خسته نباشید. خوب هستید؟ میتونم جدی؟ خوب هستید؟ که میتونم چند تا ازتون عکس بگیرم؟ بنده هر کسی خیابونی هستم، مثلا چند تا ازتون عکس بگیرم. استایل قشنگی. نه این رایدر یکم پاهاتون میشه. نه اوکی عالیه. مثلا اینجوری یه جست مثلا اینجوری بگیرید. خوش عکسید به نظرتون؟ خیلی اینجا خوش عکسید. نمیدونم اصلا. آره عالی میشه. خوب الان عادی وایسید، دستاتون رو باز کنید. یکم دستاتون ببندید. بله عالی. باز کنید. بله انگوشاتون رو باز کنید. چند لحظه این گوشه صبر کنید، من عکستون رو چاپ کنم بیارم. مرسی. بفهم. مرسی وقت گذاشتید. باز کنید عکستون رو ببینید. چسی میخوام که نظرتون رو راجع به این عکس بگید. چشاتون رو ببندید، فکر کنید الان اینجایید. وای چشات پر اش همجوریه. من ترد دادم، قلبم بهتون میزنه. من خودم یه دختر 2 ساله دارم. خدا نگهش داره. سلامت. اون لحظه که تصور میکنم بچه هم و حس میکنم اینا چقدر سخته، چقدر درد میکنه. در جاده خیلی ناراحت شد. خیلی غمگیر اومده خدا وکی بود. بعد اینجا باشیم دیگه اصلا خواستیم ببینیم احساس مردم نسبت به این عکس چیه. واقعا بد شد. چه واکنش شد؟ خیلی عزیز من نگاه کردم اصلا فکرش رو نمی کردم همچه عکسی با حد می شد. من شما رو جای پدر این بچه گذاشت. من اصلا یه موقعی تو گوشی میبینم من آدم احساساتی هستم. نخبا من دردناکه هستم. از چه عشق میاد از چه روانه. نمیدونم با عذاب وجدان چجوری میخوان کنار بیان که همچین بچه ای رو که باید بکشن به بغلی مادر. هزاران بچه داره کشته میشه بیگناه که اصلا سخته. اصلا چششو باز نکرده این دنیا رو ببینه. نهایت قضاوت قصابت دیگه، قصابت یه آدم بیشتر پیله بود. شام بود نمیدونم زهر شامی همچین فیلمی بود و یهودی ها ساخته بودنش به بچه ها بچه کشتن یاد میدادن. بله و از واقعیت هم ساخته شده. به نظر وقتی همچین آدم هایی همچین کسایی رو تربیت میکنن بزرگ میشه بیشتر وحشی بودتر میشه و نتیجهش میشه همین.